بود که ما در مقابل دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی اعدامی تجمع خودمون رو داشتیم. این هفته رو اختصاص دادیم به هفته جهانی حمایت از زندانیان سیاسی در ایران، هفته ای که تمامی فعالین جهانی این روز رو برای زندانیان سیاسی در ایران بزرگ می‌دانند. ما هم اینجا به یاد زندانیان سیاسی در ایران جمع شدیم. حمایت از زندانیان سیاسی به اشکال مختلفی در سراسر کشورهای مختلف برگزار شد و برگزار می‌شود در این هفته. برخی کنفرانس برقرار میکنن، برخی بیانیه میدن، برخی اعتراض میکنن. در واقع حمایت از زندانیان سیاسی نیازمند عمل و فقط روی کاغذ بودن نیست. ما 21 هفته هست که حمایت خودمون رو از زندانیان سیاسی با حمایت از زندانیانی که دست به اعتصاب قضا میزنن و برای جان همبندانشون که در خطر اعدام هستند مقاومت میکنن. اشکال حمایت به وجوه مختلفی وجود داره. پلیدی جمهوری اسلامی یک امر واقعی هست. پلیدی جمهوری اسلامی با پلید کردن دیگران ادامه داره و به حیات خودش ادامه میده. انسانهایی که دست به شکنجه میزنن، دست به بازجویی میزنن، تمام اینها آدمهای معمولی بودن، آدمهای عادی بودن، دانشجو بودند، معلم بودند، تو داروخانه کار میکردند، ولی امروز بخشی از ماشین پلیدکار جمهوری اسلامی هستند. و این گونه است که رژیم‌های فاشیستی جنایتکارانه میتونن زندگی خودشون رو تداوم بدن با عادی سازی، با افراد عادی رو به جرگه خودشون بکشن. ما با تظاهرات های خودمون مخالفت با این عادی سازی ها می کنیم، مخالفت با عادی سازی شکنجه و سرکوب می کنیم. نمی زاریم یک عده مسئله را عادی جلوه بدن و به راحتی از کنارش بگذرن، چه در ایران و چه در خارج کشور. در همین خارج کشور هستن ایرانیایی که دستشون به خون جوانان ایران آغشته است، برای رژیم ننگین جمهوری اسلامی خدمتگذاری میکنن و بخششون در این ساختمان ننگین هستن، بخششون در اون مرکز تعلیمات اسلامی تحت لوای نماز و روزه و سوگواری هستن. کسانی هستن که اگر فرصت پیدا بکنن گردنها رو خواهند زد. و اون کسی که در ایران گردن میزنه از روز اول گردن نمیزد، یک فرد عادی بود. به خاطر همین وظیفه ماست که این افراد از عادی سازی چنین کارهایی بر نیایند. ما تظاهرات خودمون رو هر هفته اینجا برگزار خواهیم کرد، در روز انتخابات هم همینجا خواهیم بود و نخواهیم گذاشت رژیم با کشیدن افراد به درون این ساختمان مشروعیت بده به جنایاتش و بگه که خب اینها اومدن به ما رأی مثبت دادن، مهم نیست کدوم کاندید مزخرفی رو انتخاب میکنن، مهم این استش که هر کی وارد این دفتر بشه روز انتخابات داره خدمت میکنه به جمهوری اسلامی و ما نخواهیم گذاشت که این مسئله یک امر عادی باشه. موفق و پیروز باشیم. زن زندگی آزادی، 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 زن زندگی آزادی.